در پی حوادث اسفبار حماس و اسرائیل میگویند 170 میلیون پیام در شبکه‌های اینترنتی رد و بدل شده است. آقای بایدن در طرفداری از مردم اسرائیل به این کشور رفت و به نخست وزیر گفت مردم امریکا شریک غم شما هستند. دوگانگی حمله و انفجار در بیمارستانی در غزه که هر دو طرف آن دیگر را متهم می کند، به گفته آقای بایدن به اسرائیل اعتماد دارد. وزارت خارجه امریکا می گوید شب گذشته آقای محمود عباس و آنتونی بلینکن گفتگوی تلفنی داشتند و آقای بلینکن تأسف و همدردی کشورش را برای فاجعه بیمارستان غزه ابراز داشته است. باید گفت اگر آقای بایدن در خاک اسرائیل امریکا را حامی و جانبدار مردم اسرائیل دانست، آقای بلینکن در گفتگوی تلفنیش همین همراهی را با مردم فلسطین اظهار داشته است. او گفته امریکا هر نوع تروریسم را محکوم می کند. دول عضو اتحادیه اروپا با دیدگاه های خود که همگی تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل را خواهانند به اطلاع خانم آن واندرلین رسانده است. اما لحن تند و تهدیدآمیز امیر عبداللهیان سوژه دلخواه رسانه های مخالف حکومت است که نسبت به اقدام پیشگیرانه علیه اسرائیل هشدار داده بود. با مشاهده واکنش ها کمی دیرتر لحن امیر عبداللهیان آرامتر و به این گفته پسنده کرد که دنبال راه حل سیاسی باشیم. و حالا این فیلم را ببینید که به دنبال خبر سه برنامه پیشین دکه مبنی بر بمباران فرودگاه های حلب و دمشق، اسرائیل با خبر شده بود که هواپیمای ظاهراً مسافربری انباشته از موشک های ضد تانک است و چون هنوز هواپیما به آسمان سوریه نرسیده بود تدبیر را در بمباران فرودگاه دید تا که هواپیمای حکومت ناچار به تهران برگشتند. در این عملیات فرودگاه حلب و دمشق بمباران شد. پرسش مجریان این برنامه که می‌بینید چنین است که آیا حکومت به سمت انجام جنگ گام برمی‌دارد؟ اگر آنها در این برنامه پاسخ مشخصی ندادند، برنامه دکه می‌گوید نه و به هیچ وجه. یک سایت فلسطینی می‌گوید الجزایر 300 میلیون دلار به حماس کمک کرده است. حماس میگوید در عملیات اسرائیل یکی از فرماندهانش ایمان نوفال کشته شده است. روسیه و قطر خواهان تشکیل شورای امنیت سازمان ملل شدند. همکنون اعتراضات در غزه به اوج خود رسیده است. هفته نامه پاریماچ عکس‌هایی را از فلسطین منتشر کرده و تماشای عکس‌ها میگوید مانند همه جنگ‌ها اولین قربانیان در هر دو سو کودکان هستند. در ادامه خبرها تقریباً تمام دول عضو سازمان ملل حمله به بیمارستان غزه را محکوم کردند، از جمله آقای مکرون که خواستار عملی ساختن دالان ارسال کمک‌های اولیه به فلسطین شده است. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مثال آوردن کره شمالی که صاحب بمب اتمی است درباره جمهوری اسلامی هشدار داد. رسانه‌ها می‌گویند با تحریم روسیه و جمهوری اسلامی سود چین از وضعیت موجود به بالای 10 میلیارد دلار رسید. عفو بین‌الملل بازتاب نگرانی دختران و زنان ایرانی از حجاب اجباری را منتشر کرده است. در وضعیت لجاجت و حماقت قوه قضاییه حکومت، وکیل مهسا امینی آقای صالح نیکبخت به یک سال زندان محکوم شده است و چه بسا که حالا وکیل مدافع آقای صالح نیکبخت یعنی آقای علی رضایی نیز چند ماه دیگر محکوم به زندان بشود. در اینجا نخست وزیر فرانسه را می‌بینید که می‌گوید سه سال پیش هم تروریسم اسلامی جان یک آموزگار دیگر ساموئل پاتی را گرفت. قاتل آزادی، جمهوری و فرهنگ ما را نشانه گرفته است و این بار متاسفانه دومینیک برنار در مدرسه در آراس به قتل رسید. در پایان همین دیروز رئیس مجلس برای این دو آموزگار بیگناه و یک بلژیکی و سوئدی که در بروکسل کشته شدند
از نمایندگان مجلس خواست به احترام این قربانیان یک دقیقه سکوت کنند. Durement frappés hier à leur tour par le terrorisme islamiste. Pour nos deux professeurs, pour toutes les victimes du terrorisme en Europe et ailleurs, je vous demande, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence.